شهیدان جمعه خونین زاهدان گواهی بر سرخم نکردن بلوچستان. بیشک نام قهرمانان جمعه خونین زاهدان در برگ‌های زرین تاریخ خونبار مقاومت و جانفشانی‌های مردم ایران با جوهری از جنس اشک و خون نوشته خواهد شد. بیش از 120 شهید که بیش از 17 تن آنان کودک بودند. خدا نورش سمبل ایستادگی و رسم پایداری در جهان شد. جوانی هنرمند، زحمتکش و فاقد شناسنامه که سرشاری و شوق به زندگی در آثارش برای همه ایران به جا ماند. او در محله فقیرنشین شیرآباد هدف گلوله‌های پاسداران خامنه‌ای قرار گرفت و به شهادت رسید. ابوبکر علیزهی، پدری که هرگز فرزندش را ندید و فرزندش به جای سایه پدر در سایه سنگ قبر پدر آرام به خواب رفت. لیدای کوچک 2 روز بعد از شهادت پدرش حمزه نارویی به دنیا آمد. لیلایی که از دیدن روی پدر محروم شد و حمزه‌ای که فرزند خود را در آغوش نکشیده، خاک بلوچستان او را در آغوش کشید. لال محمد آنچینی، جوان رنج دیده و شریف بلوچ که تمام عمرش کار کرد تا زندگی پدر نابینا و 2 خواهرش را تأمین کند. سهم او از ثروت این خاک پهناور زحمت بود و گلوله. محمد اقبال نائب زهی، کودک کار و بیشناسنامه‌ای که ناناور خانواده بود. او همه ی آرزویش خرید یک گوشی موبایل بود. سدایسه کشانی 14 ساله که سهمش از ثروت ایران گلوله‌ای بر سرش شد. و جواد پوشه که فاصله تولد و شهادتش فاصله 2 قیام برای سرنگونی قاتلانش بود. او که در تیر 1388 همزمان با قیام علیه خامنه‌ای به دنیا آمده بود، در قیام سراسری 1401 در جمعه خونین با گلوله مزدوران خامنه‌ای دفتر زندگی کوتاهش بسته شد. و هستی نارویی که فقط 7 سال داشت و قرار بود به کلاس اول برود، اما روز 8 مهر با ضربه مزدوران خامنه‌ای به سرش و استنشاق گازهای سمی اشکاور آنها در کنار مادر بزرگش به شهادت رسید. صلاح الدین گمشادزهی که خود بیماری تالاسمی داشت، اما از درآمد ناچیزش به همشهریان بیمارش برای خرید دارو کمک می‌کرد. او الگوی فداکاری و آگاهی مردم بلوچ شد. اما سردار شجاع بلوچ یاسر شهبخش، تک تیرانداز خالزن که لحظه نبرد با قاتلان را شکار کرد و با سلاح به دفاع از هموطنانش به میدان شتافت و پس از به درک واصل کردن چندی از قاتلان، خود نیز جانش را فدای آزادی کرد. او نماد شجاعت و جرأت خلق بلوچ شد. در میان شهیدان جمعه خونین زاهدان باید از مادر بزرگ زری بیبی اسماعیل زهی یاد کرد که شامگاه 8 مهر در محله شیرآباد با گلوله پاسداران خامنه‌ای زخمی شد و بعد از 5 ماه درد و رنج به شهیدان جمعه خونین زاهدان پیوست. در استمرار خونهای پاکی که در جمعه خونین زاهدان بر زمین ریخت، باید از دکتر ابراهیم ریگی یاد کنیم که روز 3 اسفند 1401 مزدوران خامنه‌ای در زاهدان او را به جرم کمک به مجروحان جمعه خونین رو بودند و زیر شکنجه به شهادت رساندند. همان پزشک جوانی که گفته بود رسم ما ایستاده مردن است. سراسر آسمان جمعه خونین زاهدان پر از ستارگان شبکوب و درخشان است و حالا کهکشان شهیدان زاهدان خود انگیزش و سرچشمه جمعه های خروش و اعتراض در بلوچستان شده است و این سیل خروشان
تا انتقام خونهای به ناحق ریخته شده از حرکت باز نخواهد ایستاد. دیدلونم تو دل پروشتم شهید کردن منی براسو منی گوارم ستم کردن گنی مردم ستم کردن ستم کردن